درود بر شما. با 180 ثانیه چهارشنبه پنجم شهریور ماه همراه ما باشید. وزارت خارجه آمریکا نام ایرانیانی که اخیراً مشمول محدودیت‌های روادیدی شده و به گفته واشنگتن در نقض حقوق بشر به جمهوری اسلامی مهمترین دولت حامی تروریسم یاری رسانده‌اند را منتشر کرده است. این وزارتخانه تأکید کرده اقداماتش در راستای قوانینی انجام می‌گیرد که به وزیر خارجه اجازه می‌دهد مانع از ورود افراد و اعضای درجه یک خانواده کسانی شود که با استناد به مدارک قابل اعتماد می‌داند در نقض حقوق بشر دست دارند. یک مقام سازمان بنادر و دریانوردی ایران امروز چهارشنبه از اعتراض حقوقی این سازمان به سازمان جهانی دریانوردی به دلیل توقیف کشتی‌های حامل سوخت صادراتی ایران به ونزوئلا خبر داد. جلیل اسلامی توضیح نداد که اگر بنزین ایران به گفته مسئولین از پیش به ونزوئلا فروخته شده و مبلغ آن نیز دریافت شده، چرا ایران باید به اعتراض حقوقی متوسل شود؟ محمد جواد جمالی نوبندگانی نماینده مجلس دهم میگوید برخی نمایندگان مجلس یازدهم با اعمال فشار از خودروها و اماکن رایگان دولتی استفاده میکنند، در حالی که در فیش حقوقی دوم خود مبالغ جداگانه ای نیز برای پرداخت این قبیل هزینه ها دریافت میکنند. به گفته این نماینده پیشین مجلس، فیش دوم حقوقی نمایندگان شامل هزینه دفتر، خرج آب و برق، کرایه خودرو، بنزین مصرفی، پرسنل، پذیرایی، اقلام و نوشت افزار و تبلیغات می شود. خبرگزاری رویترز به نقل از ارتش اسرائیل خبر داد که نیروهای اسرائیلی چند پست دیدبانی گروه حزب الله در خاک لبنان را هدف حمله قرار دادند. ارتش اسرائیل دلیل این حملات را شلیک گلوله از داخل خاک لبنان به سوی نیروهای خود عنوان کرد. در ادامه سفر وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه، مایک پامپئو سه‌شنبه شب وارد منامه پایتخت بحرین شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته آقای پامپئو با مقامات بحرین درباره نفوذ بدخواهانه رژیم ایران گفتگو می‌کند. آقای پامپئو در توییتی از ملاقات با عبداللطیف راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین خبر داد و نوشت ایالات متحده سابقه طولانی در همکاری با بحرین دارد و او امیدوار است که برای ایجاد صلح و کامیابی در منطقه این همکاری ادامه یابد. بر اثر باران‌های موسمی روزهای اخیر و سیلاب در افغانستان و پاکستان نزدیک به 140 نفر جان خود را از دست دادند. رئیس اداره بهداشت عمومی ولایت پروان افغانستان گفت این آمار اولیه است و ممکن است افزایش یابد.